تا چند روز دانشجو دانشجوها همکاران بشید و تلاش کردن قرضی بسیار سختکوش بسیار حاصلآور بسیار استاد زیست و بسیار مهربان و بسیار علمی واقعا زایه تربیتش شما را بزرگست و نبودنشون در بین ما و در جامعه این کشور به راحتی جرمان پذیر نیست. امیدوار هستیم که شاگردان همکاران جوانترشون انشاءالله با تلاش مجاورت علمی بتونن تا حدودی جای خالی مردم رو خانواده‌ها به پلیس بدانند که جای آقای دکتر همیشه در دانشگاه تهران و دانشگاه تهران خالی خواهد بود. نمی‌دانم که دلش نمی شد بهش ثبت است در جریده عالم دوام با عرض سلام حضور خانواده محترم دکتر لوکس و کلیه بزرگ گرامی که برای نشیر جنازه ارزشمندترین و در ارزشمندترین دانشمند مهندسی کشور اینجا حضور دارند شمعه ای از سوابقشون را به عنوان یک اساتید دوران تحصیلیشون خدمت عرض می‌کنم. من از دانشگاه تهران که از امریکا برگشتم کارو لوکس دانشجوی سال سوم بودم. آنچنان من رو بیشتر رو کرد در مدت زمان کوتاهی با هم دو تا دوست شدیم و تا زمان سیستم فارغ التحصیل نشده بود همیشه مشاور دائمی تحصیلاتش بودم. به قسمی که ایشون وقتی من بیرونی برگشتم گفت منم حتما باید برم بیرونی تحصیل بکنم و دنبال راحت رو انتخاب کنم. گرچه من معتقدم که او به مراتب فراتر از راه نداشته است و به شاد باشه. بعد از اینکه در سال 52 از دانشگاه فنی فارغ التحصیل شد برای ادامه تحصیل به دانشگاه دکلی رفت. حدود سه سال حوزه اونجا بود. آنچنان تحقیقش برجسته بود که دانشگاه یوسیله تلاش آخری داد. حتی قبل از اینکه دفاع کنه اونجا به عنوان اسیستنت پروفسور مشغول شد. اونجا معلوم شد که یه مقاله قدن در زمینه تحقیق او یکی منتشر کرده و بنابراینشون نمیتواند از موضوعی که تحقیق کرده بود و دفاع رسالی بود انجام بده. اصلا نروش نیاورد. در عرض 6 ماه یک زمینه مطالعات دیگری را انجام داد و یک تز بسیار قوی ارائه کرد که مورد قبول همه داوران قرار گرفت. بعد آدم اینکه دانشگاه یوسیله پیشنهاد استقامت افتاده بود برای ادامه فعالیت به دانشجو برگشت. او به دانشجوی فنی علاقه بسیار دید. خودش میگفت دانشجوی فنی یه محیطی است که از هر نظر برای فردی که اونجا کار میکند امکانات برای اون فراهم است. میگفت دانشجوی فنی دانشجو را مستقل تربیت میکند. برنامههایی که در برنامههای فوقالعاده دانشجوی فنی هست دانشجویان را برای آینده این کشور و مسئولیت‌های بزرگ آماده می‌کند. دکتر لوکس بنیانگذار پژوهش نوین کشور است. شاید به جرات بتوانم بگم در زمینه مهندسی فردی توانمندی تحقیقات گسترده‌ای چون داشت. حتی من یادم هست یه استاد آلمانی استاد راهنمای آقای دکتر فرهنگی آمده بود میگفت که اینا چی شما درس میدین منطق و فازی اینا به درد مهندسی نمیخوره. چهار سال دیگه من یه بازدیدی از دانشگاه رو میخ انجام میدادم دیدم خود رو با دانشجویانشون در زمینه شد منطق و فازی کار میکنم. ازش سوال کردم که شما چهار سال پیش به ما اینو گفتیم اون موقع من آگاه نبودم. این نشون میده که آگاهی کارو لوکس در روند توصیح علمی به مراتب فراتر از آگاهی بسیاری از دانشگاه‌های دنیا بود. تدریسشون با اساتیده فرق می‌کرد. روش امتحانش فرق می‌کرد. به عنوان رئیس دانشکده ما برنامه امتحاناتی می‌دادیم بهش گفتیم برنامه امتحانش من که او امتحان لازم نیست انجام بدم. من امتحانات در طول فیلم انجام می‌دم. پروژه و اسایمنت‌ها می‌دم.
گفتم دانشگاه ما رو موظف میکنه که ما امتحان برگزار کنیم. به من خیلی علاقه داشت. تو اگه شما میفرمایید من امتحان انجام میدم، ولی درصد امتحان من تعیین میکنم. درصد امتحان گفت 10%. 90% رو انجام میدم. بنابراین بعد از یک ترم گفتم خب 10% رو انجام میدم. تعداد جوایزی که در طول این مدت ایشون دریافت کرده فکر نمی‌کنم کمتر استاد این تعداد باشه، به قسمی که وقت ازش به سوال بکنیم که آیا جوایزی هست که شما دریافت میکردین، گاهی به من میگفت که من فقط یه چیز کم دارم، به اونم کتاب هست. من کتاب ندارم، ولی دو ماه پیش من بدید بهم خیلی خوشحاله. خب مرحله تحقیقات مخابرات صحبت‌های من رو به طور کتاب شاب کرده، من هم الان داره کتاب هستم و واقعا تمام فعالیت کامل شد. شدت این اما قصه چنان است که ما گاهی درون خواهد گریه کنیم، گاهی درون خواهد حتی فریاد بکشیم آخ چرا چه اتفاقی افتاد. ولی سکوت بهتر از همه چیز است، یعنی ما با سکوتمون میتوانیم بر آرامش روحیشون بیفزاییم. از این رو من تقاضا دارم به خاطر سپاس از تمامی فعالیت‌های علمی پژوهشی ایشون یک دقیقه سکوت کنیم تا بر آرامش روحشون بیفزاییم. Que é o nosso sinal, que é o nosso sinal, que é o nosso sinal, que é o nosso sinal.